أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى. انشالله که طاعات و عبادات شما سروران گرامی قبول و مقبول درگاه احدیت واقع شده باشد، به خصوص این شبها که شبهای مبارک قدر. انشالله که طاعت و عبادت همه قبول و مقبول واقع شده باشد. لذا چون این شبها شبهای قدره و شبهای قدر علاوه بر این که از فضایل زیاد برخوردار هست و این شبها شبهایی که حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام به شهادت میرسه، لذا اختصاص دادیم که این شبها رو یا این روزها رو حرف ما حرف باشه که راجع به آن حضرت، اما نه از خود ما، چون از اولم قرار بود که در خدمت قرآن باشیم، سر سفره قرآن باشیم. لذا ما الانم میریم سر سفره قرآن ببینیم که خود خدای احدیت راجع به حضرت علی علیه السلام چه فرموده، چه گفته هایی داره، چه توصیه هایی به من و شما داره راجع به حضرت علی علیه السلام. قرار بود که سفره ما سفره قرآنی باشد، زندگی ما هم چی باشد؟ زندگی قرآنی باشد. لذا میریم ببینیم که قرآن چی میگه. خداوند در آیه 207 سوره بقره میفرماید و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. و من الناس یعنی از مردم، من یشتری نفسه، کسی که میفروشد، چی رو میفروشد؟ نفسه و جان خودش را. برای چی میفروشد؟ ابتغاء مرضات الله، برای رضایت و خوشنودی خدا میفروشد. والله رؤوف بالعباد، خداوند مهربان است برای بندگانش. خب شاید سوال بشه، خب حضرت علی کجا جانشو برای رضای خدا فروخته؟ که این آیه رو که به نام آیه شرا هم معروف هست، همه مفسرین تشیع و بزرگترین مفسره، یعنی تعدادی از مفسرین اهل سنت به خصوص بزرگترین مفسرشان که ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید از مفسرین بزرگ اهل سنته که در قرن هفتم زندگی میکردن. ایشون در شرح نهج البلاغه، نهج البلاغه که ایشون شرح زده، اونجا آورده است که این آیه در مورد حضرت علی علیه السلام نازل شده. چه موقعی؟ در لیلة المبید، یعنی اون شبی که مشرکین مکه، کفار مکه جمع شده بودن قصد شهادت پیامبر اکرم رو داشتن. میگفتن پیامبر رو بکشیم و قائله رو ختم کنیم، دیگه این پیامبری تموم بشه و از شر این آدم خلاص بشه. لذا اینها 40 نفر هر نفر از یک قبیله جمع شدن، گفتن چیکار کنین؟ امشب اینو پیامبر رو به شهادت برسانیم، وقتی که ما از قبایل مختلف باشیم دیگه بنی هاشم نمیتونه در مقابل ما مقاومت کنه، چون قبایل زیادی هستیم. لذا بر همین سبب همه جمع شدن که نزدیک صبح پیامبر اکرم رو به شهادت برسان. اون شب وقتی که پیامبر از توطئه اینها آگاه شد، حضرت علی علیه السلام در بستر پیامبر میخوابه و پیامبر از مکه خارج میشه. وقتی کفار مکه این 40 نفر حمله آوردن نزدیک صبح به خانه پیامبر، دیدن که در بستر پیامبر حضرت علی علیه السلام خوابیده. اینجا بود که این آیه رو خداوند نازل کرد، خطاب به پیامبرش گفت که از مردم کسی که نفس خودش رو، جان خودش رو در راه خدا فروخته. البته اینجا حضرت نه برای بهشت بود نه برای پاداش بود، هدفش رضای خدا بود، که خداوند میگه فی مرضات الله، یعنی در راه خوشنودی و رضای خدا جانش رو میفروشه. این است از فضایل حضرت علی علیه السلام، یعنی از شجاعت و اون اخلاص که حضرت در راه خدا دارد که به خاطر خدا میاد جان پیامبر خدا را نجات میده و پیامبر خدا میاد برای مردم چیکار میکنه؟ معرفیش میکنه که مردم این علی بود که جان پیامبر ما نجات داد. بله
بزرگترین سود چیه؟ اونه که انسان بهترین متاعش رو بفروشه. بهترین متاع انسان چیه؟ جان انسانه. حضرت جانشو در راه رضای خدا اینجا برای خدایش فروخت، ابتغاء مرضات الله. بله. و همچنان از این آیه به دست میاره که ما باید ایثارگران را فراموش نکنیم، اونایی که ایثارگرن. بزرگترین ایثار را کی انجام داد؟ حضرت علی علیه السلام. مگه ایثار بالاتر از آن داریم که در راه خدا کس جانش رو بده؟ یک وقت است مالش رو میده، پولش رو میده، برای که برای خدا میگه خدا چون گفته شما مثلا انفاق کنین، من مثلا این پول رو در راه خدا انفاق میکنم، این مالمو برای خدا انفاق میکنم. اما حضرت جانش رو برای خدا انفاق کرد، گفته اگر اینجا کسی قرارو کشته بشه باید من علی کشته بشم، باید جان پیامبر به سلامت بره. اما خداوند چیکار کرد؟ حفظش کرد. خب و خداوند میاد معرفیش میکنن. همچنان که خداوند در آیات دیگر هم حضرت علی علیه السلام رو میاد چیکار میکنه؟ معرفی میکنه. اگر یک شخص بزرگ بیاد یک کسی رو توصیف بکنه، تمجید بکنه، برای دیگر رو معرفی کنه که مردم ببینید این انسان انسان خوبیه، این چنین ویژگی هایی داره. اما چقدر زیباست که خداوند عالم بیاد معرفیش کنه. خداوند عالم میاد یکی یکی صفتهایشو بیان میکنه، میگه مردم مواظب باشد، بدانید این حضرت علی است و مطیع علی باشید. خداوند در سوره مائده آیه 55 میاد معرفی میکنه، چی میفرماید؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. چطور معرفی میکنم؟ یعنی صدا میزنی ای مردم، ای بندگان من، ولی و سرپرست و رهبر شما کیه؟ این نما، یعنی قطعاً 100% غیر از این کسی دیگه نیست. ولی شما خدایه. خدا تمام؟ نه، خداوند ادامه میده، این نما ولیکم الله، ولی و سرپرست شما خداست و رسوله و رسول خداست. خدا و رسول خدا تمام؟ نه، والذین آمنو و کسانی که ایمان آورده است. یعنی ولی ما خداست و رسول خداست، هر که ایمان آورد ولی خدا میشه. خدا میگه نه، فقط به این که کافی نیست ایمان. والذین یقیمون الصلات، کسانی که ایمان هم آوردن، دوم نماز برپا داشتن. خب میبینیم رو کره زمین افراد زیادی هستند که هم ایمان آوردن نماز برپا داشتن، اینا ولی خدا میشن؟ نه، تموم نشده. و یعطون از زکات، هم نماز برپا میده، هم ایمان و هم زکات میده. تمام این سه ویژگی رو داشته باشه ولی خدا میشه؟ نه. و هم راکعون، هر کسی نه، اون کسی که در حالت رکوع بود انگشترشو به سائل داد، اینه که ولی خدایه. ولی شما مسلمان ها کیه؟ کی رو باید ولیتان انتخاب بکنین؟ خدا، رسولش و کسی که ایمان آورده، نماز برپا داشته، زکات داشته. در چی حالتی زکات داشت؟ در حالی که در رکوع بوده. که اینو به تواتر به ما رسیده که همه ای مثلا راوی ها بیان میکنه که وقت سائل وارد مسجد شد، از مردم درخواست کرد، طلب کرد، فقیر بود، هیچ کی جواب نداد. اما حضرت علی داره نماز میخونه، در رکوع انگشترشو در میاره، به کی میده؟ به فقیر. وقتی انگشترشو به فقیر میده، خداوند میاد توصیفش میکنه، مردم بیراه نرین، راه مستقیم اینه، میخواین به منی خدا برسین از این مسیر حرکت کنین، مسیر غیر از این به بیراه میره، به ناکجا آباد میره. از کدوم مسیر؟ از مسیر علی حرکت کنین. مردم ولی شما کیست؟ ولی شما خدا و رسول خدا، کسانی که این ویژگی ها رو داره. کدوم ویژگی ها رو؟ و کسی که در مسجد بود و ایمان آورده و نماز برپا داشته و زکات داده، در چه حالت زکات داده؟ در حالت رکوع. که جناب خلیفه دوم هم میگه من 40 بار این کار رو انجام دادم،
ولی خواستم آیه‌ای در شأن من نازل بشه، نازل نشد. این آیه انحصاراً برای امیر مؤمنان علی علیه السلام. مگر خدا باید چه کار کنه؟ خودش داد میزنه، میگه ولی شما اینه. قبلش داشت میگفت شما مثلا ولی شما یهود و نصارا رو ولیتان انتخاب نکنین. هر که اونا رو ولیش انتخاب کنه جز اونایه، جز مؤمنه نیست. ولی شما کیه؟ ولی شما حضرت علیه. اینجا درسته اسم نبرده، اگر اسم میبرد شاید چند تای دیگه جا میزد، اما خداوند داره توصیف میکنه، با صفاتش بیان میکنه، میگه اینو به عنوان ولی و سرپرستتون قرار بده، از این مطابقت کنید و پیروی کنید، دست به دامن علی بزنید. خود پیامبرم بارها داد میزد که ولی من کیه؟ حضرت علیه. میگه پیامبر نگفت ای مردم من شهر علمم و علی دروازه ای آنه. هر کی میخواد وارد شهر بشه باید از دروازه بیاد. انا مدینه العلم و علی بابها. یعنی از اول خلقت، از بدو خلقت روال بر این بوده که هر که وارد شهر میشه از در ورودی آن میاد وارد شهر میشه، از کوه که نمیاد، یا وارد خانه میشه از در میای، از پنجره که وارد نمیشه. اینجا پیامبر اکرم میگه هر که میخواد به من پیامبر برسه باید دست به دامن علی بکنه، باید دنبال علی را بیفتین تا به من پیامبر برسین. هر که به پیامبر برسه یعنی به خدا داره میرسه. خداوندم میگه مردم ولی شما کیه؟ من خدایم و پیامبر است و علیه. دست به دامن علی بزنه تا راه مستقیم رو پیدا کنین. اگر علی رو رها کردین من خدا رو رها کردین، راه مستقیم رو رها کردین و به بیراه رفتین. اما متاسفانه میبینیم که خیلی ها نه تنها راه علی رو ادامه ندادن، بلکه در مقابل علی وایستادن، مخالفت با علی کردن. یعنی تا آنقدر این افراد به جهل و نادانی غرق شدن که در شب مبارک همچون شب قدر میاد میگه که من باید چه کاری انجام بدم که امشب ثواب بیشتر داشته باشم. به خاطر تقرب و نزدیکی به خدا میاد ولی خدا رو به شهادت میرسانه، میگه باید ما علی رو به شهادت برسانم تا به خدا نزدیک بشم. ابن ملجم اللعین همینو گفت، گفتم شب باید چه کار کنم، من چه کار ثوابش بیشتر انجام بدم به خدا نزدیک بشم. گفت آقا امشب باید علی رو به قتل برسانی. یعنی ابن ملجم اونجا تمام نشود. در طول تاریخ ما ابن ملجم زیادی داشتیم، همین امروز در جامعه امروز ما تعداد از ابن ملجم ها رو میبینیم که چه کار میکنه، داره بچه های کوچیک رو به شهادت میرسانه، مردم رو در مسجد به شهادت میرسانه. به خاطر چی؟ به خاطر نزدیکی به خدا. در بهترین ماه خدا، در بهترین روزهای خدا، شب و روزهای قدر میاد همه رو به خاک و خون آغشته میکنه، به خاطر تقرب به خدا. اینایی که میاد انفجار میکنه همه رو به شهادت میرسانه، اینا تعدادشون از جهالتی که نمیفهمن، تعدادی هم به خاطر عناد و دشمنیه. میخواد چه کار کنم؟ جرم اینا چیه که انفجار میکنه اینا رو به شهادت میرسانه؟ جرم اینا اینه که تا قلبشون محبت حضرت علی رو دارن، اینا قبول دارن که علی ولیشانه. جرم اینا همینه دیگه، جرم نداره اینا. جرم اینا حب به علی هن و اونا میخوان کسی حب به علی داشته باشه مثل ابن ملجم به شهادت برسانن، که تعدادشان به خاطر جهالت و تعدادی هم به خاطر عناد و دشمنی. مگر در کربلا همین مسلمان ها به خاطر نزدیکی به خداوند به رای امام حسین نیستادن؟ چرا 6 ماهه امام حسین رو به شهادت رساندن؟ به خاطر میخواست که نسل اینا قد بشن،
امروز هم بچه های کوچیک رو به شهادت میرسونه به خاطر که نسل افرادی که حب علی رو در قلب میپرورانه از بین ببرن، وگرنه چیز دیگری نیست مگر اون بچه های کودک هایی که در مکاتب کورس ها از بین میبره، اونا تقصیرشون چیه؟ مقصر این که حب علی دارن. همونطوری که اون روز در شب قدر حضرت علی رو به شهادت رساندن، امروز هم دارن محبین علی رو به شهادت میرسانن. این چیزی تعجب‌آور نیست، چون در هر زمان ابن ملجم های وجود دارد. بله، در این آیه خدا گفت ولی شما. بعضی ها میگه که ولی به عنوان چیه؟ دوسته. خب دوست که معرفی نداره که خداوند بگه دوست شما. خب دوست باید همه ای مردم باید همدیگر رو دوست داشته باشن. نیاز نیه بگه که اونی که در حال رکوع انفاق میکنه دوست داشته باشه. بله. و دیگر این که این آیه می فرماید که اسلام هم دین ولایت است و هم دین براءت، هم دین دافعه است و هم دین جاذبه. که در قبلش گفت شما ولایت یهود و نصارا را قبول نکنید، در اینجا میگه که شما باید ولایت حق و ولایت حق چیه؟ ولایت خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام. من نمیگم، خدا میگه. وقتی خود خدا معرفی میکنه کی بیاد مخالفت کنه؟ هر کی مخالفت کنه یعنی در واقع مخالفت با خود خدا کرده. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، یهود و نصارا رو به عنوان ولی قبول نکنید. انما ولیکم الله، همونا قطعا ولی شما کیه؟ خدا و رسول و این فردی که دارای این ویژگی هاست. بله. و همچنان نکته دیگری که در این آیه بیان میکنه، میگه برای توجه به محرومان نماز مانع نیست. حضرت علی در زمان نماز در حالت رکوع انگشترش رو داد. اگر نماز مانع بود خداوند توصیف نمی کرد، اینجا توبیخ می کرد که چطوری تو مثلا در حالت نماز انگشترتو داری. یعنی چیزی که در مسیر الهیست با نماز منافات نداره. اون چیزی که انسان رو از خدا قطع کند با نماز منافات داره. اون چیزی که داره در مسیر خود خدایه که منافات نداره. یعطون زکات و هم راکعون، زکات میده در حالی که در رکوعه. و همچنان اینو میگه که فقیر از جمع مسلمان ها نباید دست خالی بره، باید هوای فقرا رو داشته باشیم. بله. و همچنان میگه ولایت جامعه از آن کسان است که نسبت به اقامه نماز و پرداخت زکات پایداره. مثل کی؟ مثل مولای موحدین، یقیمون سلات و یعطون از زکا. و دیگه این که میگه هر گونه ولایت از طریق خدا و رسول و امام نباشد باطل است. یعنی اون ولایت رو خدا میپذیرد، ولایت خودش باشد، رسولش و اهل بیت که خود خدا معرفی کرده. انما ولیکم الله. بله. و همچنان اینو میرسانه که نسبتی به فقرا باید بی تفاوت نباید باشه. کسی که ولی و رهبر جامعه است باید هوای فقرا رو داشته باشه. انما ولیکم الله و یؤتون الزکا. کسی که ولی خدای باید هوای فقرا رو داشته باشه. همونطوری که خود حضرت علی علیه السلام هوای فقرا رو داشت که شبها خودش به شانه خودش خلیفه مسلمینه، اما غذا و طعام و خرما شبها به شانش حمل میکنه برای فقرا و یتیما پخش میکنه. خلاصه این که کسی که ولی انسان هاست، سرپرست ماست، کیه؟ خدایه، پیامبر خدایه. و اون کسی که خدا معرفی کرده، خدا کی رو معرفی کرده؟ و حضرت علی علیه السلام. پس کسی که دست از دامن حضرت علی علیه السلام برگیرد، راه بیراه رفته است، راه خلاف رفته است. صراط مستقیم کیه؟ حضرت علی. مسیر حضرت علی ختم میشه به خود خداوند. میخوای رستگار بشه؟
راه حضرت علی، میخوای به خدا نزدیک بشی، مسیر حضرت علی. انشالله که همه ما زندگی ما زندگی قرآنی، زندگی علوی باشه و این شب هم شبهای استجابت دعاست. از همه شما التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.